سلام بچه ها، روزتون بخیر باشه. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین، سرحال باشین. فهیمی هستم. امروز دومین جلسه از ریاضی چهارم رو در کنار همدیگه هستیم. بچه ها، ما اون جلسه با همدیگه الگوها رو با همدیگه مرور کردیم، با همدیگه یاد گرفتیم که بتونیم به کمک 4 عملیات اصلی بتونیم الگوهامون رو پیدا بکنیم و بتونیم مراحل بعدیمون رو بتونیم الگویابی کنیم. قبل از اینکه بچه‌ها ما بخوایم پایه 4 رو با هم دیگه مبحث جدید الگوهای کلاس 4 رو شروع بکنیم، یک مروری بچه‌ها ما گفتیم که مجدد از الگویابی‌ها به کمک 4 عملیات اصلی رو داشته باشیم. خب بچه‌ها، من اولین الگوهایی که میخوام انجام بدم به کمک جمع هستش. من میگم اولی، سه، شیش، ده. خب بچه ها، اصلا ما گفتیم، من اون جلسه هم بچه ها گفتیم با هم دیگه الگو یعنی اعداد و شکل هایی که با یک نظم و ترتیبی کنار هم دیگه قرار گرفتن. خب حالا بعضی وقتها این میتونه ضرب در 2 شده باشه، تقسیم بر 5 شده باشه، میتونه بچه ها ازشون کم بشه، میتونه بهشون اضافه بشه، یا حتی تو خود اون شماره های الگویی هم، الگویابی هم باز میتونه الگو وجود داشته باشه. الان بچه ها اینجا من گفتم 3 6 10، خب معلومه که بچه داره به اعداد من داره اضافه میشه، پس حالا اون عبارت های تفریق نمیتونیم یا تقسیمی نمیتونیم استفاده کنیم. من اول میگم عدد اولم 3 بوده، چه اتفاقی افتاده که مرحله بعد عددم 6 شده؟ 6 شمارش میکنم، میگم 4 5 6، 3 تا بهش اضافه شده. خب ببینم میتونم بگم اعداد من الگویابی عدد 3 رو دارن، الگوهاشون به علاوه 3. میگم خب من اگه به 6 بخوام 3 تا اضافه کنم میشه 9، پس نه، به 6 من 4 تا اضافه شده. بچه ها یه اتفاقی رو من اینجا دارم متوجه میشم که باز بین خود این روابط بین الگو باز یه سری الگو وجود داره، یعنی هر یه مرحله میرم جلو که اعداد من زیاد هم میشه، خود اون مرحله های الگو هم یکی یکیه. الان من 3 تا اضافه شده. بچه ها الگوی بعدیم چنده؟ یعنی من 10 باید به علاوه 5 کنم، میشه 15. بچه ها بعد 5 چه عددیه؟ 6. یعنی من 15 رو باید به علاوه 6 کنم، میشه 21. پس بچه ها این شد یک الگویابی بر اساس جمع که بازم خود بین مراحل باز دوباره یک الگوی یکی یکی وجود داره. خب عبارت بعدی بچه ها که من میخوام الگویابی کنم هستش 36 32. خب من میگم 36 32. بچه وقتی داره میرم جلو داره از اعدادم کم میشه، پس من اینجا متوجه میشم که عملیات هم بچه ها یک عمل بعد از تفریق استفاده کنم. خب من 36 منهای 4 میشه 32. پس بچه الگوهای من منهای 4، من اگه 32 رو منهای 4 کنم میشه 28، اگه 28 رو منهای 4 کنم میشه بچه ها 24. سومی عبارتی که بچه ها من میخوام استفاده کنم، بریم با هم دیگه، 2 4 8 16. خب اول میگه اولین عددم 2، بعد شده 4، بعد شده 8. بچه ها من دارم میبینم که من مضرب های عدد 2 رو دارم، میگم 2 رو من اگه ضرب در 2 بکنم 2 2 تا 4 تا، 4 رو اگه ضرب در 2 بکنم 2 4 تا 8 تا، من اگه 8 رو ضرب در 2 بکنم میشه 16 تا. پس بچه ها متوجه میشم که الگویابی من ضرب در 2 شده، یعنی هر عدد من 2 برابر شده. پس بچه ها من الان باید اینجا 16 رم ضرب در 2 بکنم، میشه چند بچه ها؟ میشه 32. پس این هم از ضرب. و آخرین عبارتی که بچه ها با هم دیگه میخوایم الگویابی کنیم هستش
من اینطوری بچه ها بنویسم شما هم. گیم 32 16 8. خب بچه ها من میگم 32 16 8 دارم میبینم بچه ها چه اتفاقی افتاده. میگم داره 32 بچه ها تقسیم بره 2 شده، 16 مون تقسیم بره 2 شده، پس الگویابی من بچه ها داره تقسیم بره 2 میشه. ببخشید بچه ها 8 رو الان باید تقسیم بره 2 کنم. 8 تقسیم بره 2 میشه 4. 8 با 4 رو تقسیم بره 2 بکنم میشه 2. پس بچه ها ما به کمک 4 عملیات اصلی رو میتونیم الگویابی کنیم و در الگویابی ها عملیات اصلیمون قابل استفادهم. بریم با هم دیگه بچه ها من گفتم یک مروری از الگوها داشته باشه و با هم دیگه بتونیم الگوهای کلاس 4 و مبحث جدید رو با هم دیگه شروع کنیم. بچه ها میدونین تفاوت الگویابی در کلاس 4 با کلاس 3 چیه، با کلاس 2 چیه و حتی کلاس اول؟ که من جلسه پیش گفتم بچه شما در کلاس اول با الگویابی های هم با الگوهای شکلی یا هندسی روبرو بودین، اما از کلاس 2 3 با الگوهای عددی 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا، بعد دیگه کلاس 3 اومدیم گفتیم از عملیات ها استفاده کنیم برای الگویابی ها. بچه ها تو کلاس 4 ما به دنبال این هستیم که بتونیم اعدادمون رو بسش بدیم، اعدادمون رو گسترش بدیم. یعنی چی بچه ها وقتی میگیم گسترش بدیم؟ یعنی من اگه میام شکل 2 و 3 رو پیدا میکنم، یه رابطه میتونم بین شکل هم پیدا بکنم که اگه به هم بگی شکل 100 پیدا کن، اگه به هم بگی بیا شکل 10 پیدا کن، به راحتی با اون رابطه‌ای که بین شکل 2 و 3 پیدا کردم بتونم شکل 10 و 9 پیدا کنم. در اصل بچه الگویابی کلاس 4 میخواد برای ما بدون اینکه شکل بکشیم، بدون اینکه بخوایم زمانی به زیاد بذاریم برای کشیدن دایره ها، برای کشیدن شکل هندسی، با به دست آوردن یک رابطه بین اون شماره شکل ها و شکل های اولیه بتونیم شکل های 10، 100، 1000 و هر تعداد هر کدوم از اون شماره شکل رو که بخوایم حساب کنیم و بدونیم از چند شکل تشکیل شده. بچه صفحه ده نوع کتاب درسیتون، من یه مقدار اینو کوچیک کنم بچه ها. خب نوع کتاب درسیتون بچه ها گفته که ما اومدیم یه شکل یکسان رو در اختیار 3 قرار دادیم. پس بچه ها قبل از اینکه دوباره شروع کنیم میگیم چیکار کنیم؟ ما میخوایم بیایم بین شکل هامون یه سری رابطه هایی رو پیدا کنیم که با اون رابطه ها بتونیم شکل های 10 رو پیدا کنیم، شکل 7 رو پیدا کنیم، بدون اینکه نیاز باشه ما شکل بکشیم. خب بچه ها این کار خیلی صرفه جویی میکنه در زمان ما و باعث میشه ما هر کدوم از اون شماره شکل هایی که بخوایم بتونیم تعداد دایره شون رو به دست بیاریم. الان بچه ها میگه که ما یه مقدار شکل ثابت رو میبینین، اولیش 3، دومی 5 و سومی 7 دایره تشکیل شده، اومدن در اختیار 3 قرار دادن. بچه ها شماره شکل ها ما همیشه گفتیم تو الگوها مهمه، اما در کلاس 4 تو همین پیدا کردن رابطه در کلاس 4 شماره شکل به ما خیلی کمک میکنه. پس حتما موضوعی رو که فراموش نمی کنیم نوشتن شماره شکل زیر تعداد شکل هاست. خب میگه بچه ها ما اومدیم این شکل ها رو به 3 دادیم، اومدیم به مهدی شکل ها دادیم، امید، سعید و نوید، به 4. بچه ها هر کدوم از این دوستای شما اومدن یه راه حلی رو انتخاب کردن که میخواییم با هم دیگه دونه دونه راه حل رو توضیح بدیم. بچه راه حل مهدی چی بوده؟ راه حل مهدی مثل کلاس 3 عمل کرده، مثل کلاس 2 اومده گفته شکل اولم 3 من تعدادشو می نویسم 3، شکل بعدی شده 5، شکل بعدی شده 7، شکل بعدی بچه ها شده چند تا؟ شکل 4، 9. بعد بچه ها اومده گفته من هر مرحله که میرم جلو میام 2 بهش اضافه میکنم.
میام دو تا بهش اضافه میکنم. یا تونسته بچه ها بگی که الان ما با همدیگه بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یا بچه ها میتونه بگی یا به علاوه 2 شده، میگه خب من دیدم شکل اولم به علاوه 2 شده، شکل دوم دوباره به علاوه 2 شده، پس برای شکل چهارم باید علاوه 2 کنیم. یه ممکنه بچه ها مهدی اومده باشه، خب من میبینم که از اعداد فرد استفاده میکنم. بچه ها یکی دیگه از الگویابی هایی که ما استفاده میکردیم استفاده از اعداد زوج و فرد بود، خاطرتون هست قطعا. اومده دیده مجموع اعداد فرده، گفته خب دوباره این میشه 11، دوباره این میشه 13، این میشه 15. اومده هر مرحله رو به علاوه 2 کرده یا از مجموع اعداد فرد استفاده کرده. میگم راه حل مهدی بچه ها پس شد، من جلوش می نویسم با کمک شکل، گفت شکل اول و دوم و سوم وقتی دارم نگاه میکنم ببینم هر مرحله داره دوتا بهش اضافه میشه، پس من همینطور شروع میکنم شکل 5 و 6 رو میکشم تا برسم به شکل 7. اما بچه ها راه حل امید اومده از دسته بندی کردن استفاده کرده. اینجا بچه ها میشه برای کلاس 4 روم، که ما تو کلاس 4 روم برای الگویابی ها میتونیم از دسته بندی کردن استفاده کنیم. بچه ها این دسته بندی کردن این شمارش چند تا چند تایی که در کلاس 3 خونی تو الگویابی ها هم داره به کار ما میاد. بچه ها میگه من میگم ردیف اول ردیف دوم، میگم ردیف اولم یه دایره داره، بچه ها من با یه رنگ دیگه مینویسم. میگه ردیف اولم، میام تعداد دایره های ردیف هامو با همدیگه جمع میکنم. پس چی کار کرد؟ اول اومد شماره اومد تو هر مرحله اومد با توجه به ردیف ها اومد دسته بندی کرد، شد دسته 1 دسته 2. میگه من تو دسته 1م که ردیف باله یه دایره دارم، تو ردیف دومیم میشه 2 تا دایره دارم، 1 به علاوه 2 میشه 3. دوباره اینجا بچه ها میگه ردیف اولم 2 تا دایره دارم، ردیف پایینیم 3 تا، 2 به علاوه 3 میشه 5. بچه ها اینجا یادتونه من گفتم از شماره شکل استفاده میکنیم؟ اینجا میگم خب شماره شکلم 1 بوده، اینجا شماره شکلم 2 بوده، اینجا شماره شکلم 3 بوده. بچه ها من میتونم اینجا یه موضوع رو متوجه بشم، بگم وقتی من دارم دسته بندی میکنم میتونم بگم شماره شکل، گوش کنید بچه ها خوب دقت کنید، میگم شماره شکل همون همون دسته اولم، این میشه دسته بندی اولی که کردم میشه شماره شکلم، دسته بندی دوم که ردیف دومه میشه شماره شکل بعدی. بچه ها مگه داخلش دوتا دایره نیست؟ مگه شماره شکل بعدی من عدد 2 نیست؟ پس من بچه ها میام چیکار میکنم؟ میگم ردیف اول میشه شماره همون شکل، ردیف بعدیمون تعداد دایره هاش میشه شماره شکل بعدی. الان اینجا ببینیم بچه ها تو شکل شماره 2 ردیف اولم 2 تا دایره دارم، ردیف دوم 3 تا دایره دارم که میشه شماره شکل بعدی، مگه شماره شکل بعدی من 3 نیست؟ پس بچه ها من میتونم یه نتیجه گیری کنم، بگم خب من اگر بیام شماره شکلمو به علاوه شماره شکل بعدیم کنم میتونم عددمو به دست بیارم. بریم با هم امتحان کنیم. الان من شماره شکل، بچه ها من میخوام تعداد دایره های شکل شماره 3 رو به دست بیارم. پس تعداد دایره های شکل 3، بچه مدلم چی بود؟ ارتباطی که پیدا کردم چی بود؟ اومدم گفتم شماره شکل، الان شماره شکلم چنده؟ 3. اگر بیام به علاوه شماره شکل بعدی کنم، شماره شکل بعدی چنده؟ 4. 3 و 4 میشه 7. بچه ها بریم شکل 3 رو پیدا کنیم، شکل 3 رو پیدا کنیم. مهدی برامون با شکل کشیده بود دیگه،
بچه ها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 دقیقا 7 داره. چه من از این راه برم، من اومدم از یه فرمول استفاده کردم، چه از راه این که شکل برم، هر دوش بچه ها شکل شماره 3 من 7 دایره داره. من یه دور دیگه بچه ها این راه رو توضیح بدم. راه حل امید چی بود؟ اومد بچه ها شکل ها رو دو تا ردیف فراری ساخت، ردیف اول ردیف دوم. خب بچه ها من دیدم وقتی ردیف اولمون رو میایم دسته بندی میکنیم، تعداد دایرش شماره شکلمونه. ردیف اولم یه دایره داره، شماره شکلم یه دایره داره. ردیف دومم دو تا دایره داره، شماره شکل بعدیم هم عدد 2. میگم خب من میگم 1 به علاوه 2 میشه 3، شماره شکلم 2. 3 تا دایره دارم، شماره شکلم 2 به علاوه 3 تا دسته بعدی، شماره شکل بعدی میشه 5. بچه ها الان شماره شکل 7 من بنویسم تعداد دایره های شکل 7، رابطم چی بود؟ شماره شکلم 7. خب حالا شماره شکل بعد از عدد 7 چنده؟ عدد 8. میگم 7 به علاوه 8 میشه 15. بچه نگاه کنی، ما وقتی مهدی برامون با شکل کشید، شکل شماره 7مون 15 تا دایره داره. وقتی ما از این راه حل استفاده کنی 15 تا دایره داره. این از راه حل امید. پس اومد با دسته بندی کردن و شماره شکل ها تونست یه رابطه ای رو پیدا کنه که حتی با این رابطه بتونه شکل شماره 10 هم پیدا کنه. بریم مثلا با هم دیگه شکل شماره 10 رو پیدا کنیم. خب 10 بچه ها من اینجا می نویسم، 10 به علاوه 11 بچه ها میشه 21، یعنی از 21 دایره تشکیل شده. سوال دارین عزیزان از این قسمت، از این راه حل امید آیا سوالی هست که ما بریم سراغ راه حل سعید؟ عزیزان سوال دارن؟ عزیزان من منتظرم که سوالاتتون رو بپرسین. بچه ها راه حل سعید، بچه ها سعید اومده چی کار کرده؟ سعید اومده بچه ها کاری که کرده، اومده هر دوتا دایره رو دسته بندی کرده. یادتونه گفتم شمارش چند تا چند تا اون دسته بندی کردن های کلاس سوم به کارمون میاد و استفاده میکنیم. دقیقا همینه بچه ها. سعید اومده گفته من هر دوتا دایره رو میگیرم داخل یه دسته. خب ما بریم یه رنگ دیگر رو استفاده کنیم. خب اومده گفته این دوتا یه دسته. شماره بچه من شماره شکل رو اینجا می نویسم که یادم نره، شماره شکل خیلی مهمه. خب شکل هفتم رو اما خواسته. بچه ها من دارم میگم خب من یه بسته دوتایی ساختم، بعد شماره شکل دوم دوتا، شماره شکلم دوه، بعد تونستم دوتا دسته بسازم. تو شکل سوم سه تا دسته دارم، تونستم داز دوباره سه تا بسته دوتایی بسازم، اما یه دونه اضافه میمونه، چی کار میتونم بکنم؟ بچه من یه خورده میگردم میگم خب شماره شکل یکم که یکه یه دسته، شماره شکل دوم که دوه دو تا دسته. میتونم بگم بچه ها من بیام بگم که من به تعداد به اندازه اون شماره شکلم به اون شمارش میتونم دسته های دوتایی بسازم. چرا اینو دارم میگم؟ شماره شکلم یکی فقط یه دسته، شماره دوم دوتا دسته، شماره سه تا دسته دوتایی ساختم. پس من میگم بیام این کارو کنم، من میگم بیام شماره شکلمو ضرب در دو بکنم. ضرب در دو بچه ها، حالا بعضی وقتا شما ممکنه دسته های ستایی بسازین، دسته های چهارتایی بسازین، این دوه میشه بچه ها اون مقدار شکلی که داخل دستتونه، اون تعداد دایره هایی که داخل دستتونه، اون شماره شکلتون میشه تعداد دسته های دوتایی ساختی، این دو میشه اون، پس
تعداد شکل‌هایی که داخل دستتون قرار داره. حالا یه دونم باقی مونده دیگه، میام به علاوه یک میکنم. بچه ها الان بریم رو شکل شماره دو امتحان کنیم این فرمولمونو، این راه حلمون. شماره شکلمون چنده؟ دو. چند تا دسته داریم؟ داخل دستامون چند تا داریم؟ دوتا. یه دونم که باقی مونده، دو دوتا چهار تا به علاوه یک میشه پنج تا. کاملا درسته بچه ها. من چه با شکل الگویابی کنم، چه از راه حل امید استفاده کنم، چه از راه حل سعید که اومده دوتا دوتا دسته بندی کرده، تعداد دایره های شکل دوم من میشه پنج تا. حالا بچه ها بریم شکل هفتم. شماره شکلمون چنده؟ هفتا. یعنی ما میتونیم هفتا دسته بسازیم که داخل هر دستمون دوتا دایره وجود داره. ضرب در دو میکنیم، هفت دو تا چارده تا به علاوه یک پانزده. بچه ها من هم امید هم مهدی هفتمین شکل پونزده در آورد. بریم با هم بچه ها، مثلا ما میخوام شکل ده رو پیدا کنیم. پس من مینویسم اینجا ما شکل ده رو پیدا کردیم دیگه. ببینم شکل ده، شماره شکلم چنده؟ دهه. داخل بسته هم چند تا دایره داشتم؟ دوتا. به علاوه یه دونم که باقی میمون وقت دسته بندی میکردیم، میگیم دو ده تا بیست تا با یکی میشه بیست و یکی. بچه من همه جا شکل شماره ده هم با هر روشی که برم بیست و یک دایره دارم. بریم بچه ها با هم دیگه، حالا ببین راه حل نوید چیه، راه حل نوید چیه. بچه ها یه موضوع خیلی مهمه که من الان میخوام اینجا بهش اشاره کنم. خب موضوعی که بچه ها من میخوام بهش اشاره کنم، گفتم بچه ها فکر نکنی این عدد دو همیشه تو دستبندی ما ثابته. ممکنه که بچه ها، گفتم بهتون ممکنه شما چهارتایی دستبندی کنی. با توجه به تعداد دایره هایی که بچه ها دارین میزان این دستبندیتون متفاوت میشه. بچه ها نوید اومده چیکار کرده؟ نوید اومده گفته من میخوام بچه ها بازم دوتا دوتا دستبندی کنم. راه سعید اومد گفت اشکال نداره هرچی خب داخل دسته های من قرار نگرفت، ولی بچه ها نوید خیلی اصرار داره که من میخوام دسته هایی رو که بسازم هیچ دایره بیرون نمونه. خب میگه چیکار کنم اینجا؟ ما بهش گفتیم اشکال نداره، تو میتونی بیای. برای اینکه خب اینجا شکل شماره یک، تو اگه بخوای دسته های دوتایی بسازی خب نمیتونی، یه دونه خالی میاد، میای با یه رنگ دیگه بهش اضافه میکنی تا بتونی دسته های دوتایی بسازی. بچه ها الان اینجا دو، ما تونستیم دو تا دسته دوتایی بسازیم. یادمون باشه بچه ها اینجا شماره شکل باز خیلی مهمه، شماره شکل و دسته بندی کردن خیلی مهمه. بچه ها من تونستم دو تا دسته دوتایی بسازم، خب شماره شکلم یکه، چرا حلی میتونم بچه ها استفاده کنم؟ ما میگیم خب تو میتونی بیای بگی برای شکل شماره یک تو داری از شکل شماره دو استفاده میکنی، تو شکل شماره دوه باز تونستی سه بسازی، سه تا دسته دوتایی بسازی. یعنی میتونی بگی که من بیام بگم شماره شکل بعدی میتونیم بگیم بیایم راه حلمون این باشه شماره شکل بعدی رو ضرب دره. بچه داخلت باز همون داخل دسته هم چنده؟ دوه. ضرب دره دو بکنم. حالا اون یه دونه بود که بچه ها اضافه کردیم میخواستیم دسته های دوتایی بسازیم، حالا ازش یه دونه کم کنیم. پس بچه ها راه حل ما چی شد؟ که ما مثلا وقتی میخوایم شکل شماره یک رو به دست بیاری، شکل شماره بعدیمون چند؟ شماره شکل بعدیمون چند؟ دوه. اگه بخوایم دو رو به دست بیاریم از سه استفاده میکنیم. الان اینجا شماره شکلمون یکه، شماره بعدیمون چند؟ دو. داخل دسته هامون چند تا دایره است؟ دوتا. چند تا باش اضافه کردیم حالا برش میداریم؟ یه دونه. میگیم دو دو تا چهار تا منهای یک میشه سه تا.
کاملا درست بود. بچه ها بریم الان شکل پنجم. خب من میخوام شکل پنجم رو به دست بیارم بچه ها. خب مگه نگفتیم وقتی اگه بخوایم از این راه حل استفاده کنیم از شماره شکل بعدی استفاده میکنیم؟ بعد پنج چه عددی رو داریم؟ شش. میگیم شش ضرب در دو یعنی تعداد دایره های دستمون منهای اون یکی که اضافه کردیم. شش دوتا میشه دوازده تا، منهای یک میشه یازده تا. بریم بچه ها شکل شماره هفت. هفت بچه ها شماره شکل بعدی شنده هشت. هشت ضرب در دو منهای یک. دو هشتا میشه شونزه تا، منهای یک میشه پونزه تا. بچه ها من وقتی اومدم از چهارتا راه حل استفاده کردم، چه مهدی که شکل کشید، چه امید که اومد ردیف بندی کرد شماره های اون شکل رو به علاوه شماره شکل بعدی کرد، چه زمانی که سعید اومد دسته های دوتایی دوتایی رو ساخت و اومد شماره شکل رو ضرب در تعداد دسته ها کرد و به علاوه اون یه دونه شکلی که خارج از دسته بود نوشت، چه نوید که اومد از شماره شکل بعدی و دسته بندی استفاده کرد و اون یه دونه رو ازش کم کرد، من شکل شما تعداد دایره های شکل هفتم همشون بچه 15 تا دایره داشتن. بچه یه موضوع خیلی مهمه، زمانی که شما دارین الگویابی میکنی از هر راه حلی که استفاده میکنی حتما باید به یک جواب برسی. نمیشه مثلا راه حل نوید بگه خب من شکل هفتم 14 تا پیدا کردم، سعید بگه من 13 تا پیدا کردم. نه بچه ها، ما با هر راه حلی رو که انتخاب میکنیم میتونیم شکل و میتونیم تعداد دایره هاشون باید با هم برابر باشن. من از راه حل آخر میخوام شکل شماره 10 رو پیدا کنم. خب بچه شماره بعدی شکل 10 چه عددیه؟ 11 ضرب در 2 بچه چند میشه؟ میشه 22. حالا منهای 1 میشه 21. بچه اینجا من 21 در آوردم، اینجا من 21 در آوردم، با این راه حلم 21. یعنی من هر سه تا راهو که انتخاب کردم برای شکل شماره 10 تونستم عدد 21 رو به دست بیارم. بچه ما وقتی که میایم از این رابطه ها از این فرمول ها استفاده میکنیم، وقتی که میایم بین شماره شکل و اون دستبندی کردن ارتباط پیدا میکنیم، گفتیم که میتونیم بیایم مثلا شکل صدامو پیدا کنیم، شکل نمیدونم 21مو پیدا کنیم. پس حتما نیاز به شکل کشیدن در الگویابی نخواهیم داشت. بریم بچه ها از این قسمت سوال داریم. بچه ها از این قسمت سوال هست؟ سوال عزیزان، کسی سوال داره؟ من منتظرم عزیزان. اگر سوال دارین سوالتون تو قسمت چت بپرسین من، که با هم دیگه بریم تمرین ها رو حل کنیم. سوال ندارین عزیزان؟ خب بچه ما حتی از این الگویابی ها در حل مسئله هم میخواییم استفاده بکنیم. صفحه بعدی بچه ها کتاب، خب یه دونه قبلی
بچه ها من خب من اینو خیلی خوب سوال یک بچه ها سوال یک گفته بیاین بچه ها الگوها رو با رسم شکل ادامه دهید بچه ها سوال اینجا برای شما تاکید کرده که حتما بیاین از رسم شکل بیاین با کمک شکل بچه ها یه چیز دیگه که تو الگوها میخواستم بگم وقتی که به ما میگه رسم شکل اونطوری نباشه که مثلا از نظم برخوردار نباشه به طور مثال بچه ها الان اینجا خب شکل ما یه دونه ضرب داره دو میشه دو تا مربع وقتی دو تا مربعمون بچه ها الگویابیمون چیه ضرب داره دوه ضرب داره دو ضرب داره دو دو دوتا میشه چهار تا بچه ها اگر من بخوام چهار رو ضرب داره دو بکنم میشه هشتا من یهو نمیتونم بیام هشتا مربع کنار هم دیگه بچه ها بچسبونم میگم نه باید مطابق شکل باشه یعنی چی بچه ها من باید هشتا مربعم رو باید اینطوری نمایش بدم مثل خود شکل مثل خود سوال که بهمون گفته خب حالا من اگه 8 ضرب در 2 بکنم من میشه بچه ها چند میشه 16 2 8 16 تا خب من باید بچه ها اینطوری به شکل بندی کنم از 16 تا مربع تشکیل شده شکل بعدی بچه ها گفته بیا ضرب در 4 بکن خب یک ضرب در 4 میشه 4 تا من پایینش می نویسم دو ضرب در 4 میشه 8 تا یعنی بچه ها به اندازه شماره شکلم اومده بچه ها مربع هایی که داخلش 4 تا مربع داره پس من برای سومی من باید 3 تا مربع بزرگ بکشم که داخلش 4 تا مربع کوچیک داره خب 3 4 تا میشه چند تا 12 تا بعدیش بچه ها باید دوباره 4 ضرب داره 4 شماره شکل یعنی داخل 4 تا مربع بزرگ میکشم بعدم 4 تا مربع کوچیک داخل اون مربع بزرگه این هم 4 تا خب سوال دو بچه ها سوال دو اومده گفته که به الگوی زیر توجه کنین اومده گفته به الگوی زیر توجه کنین و تعداد مربعهای شکل چهارم رو به دست بیارین خب بچه ها اینجا برای من مشخص نکرده نه به من راه حل گفته خب نه به من راه حل گفته نه به من گفته که بیا با کدوم روش نه گفته که بیا با کمک شکل اینجا بچه ها خودتون میتونین با یکی از روش ها بیاین بچه ها الگوها رو پیدا کنی بچه ها اینجا اومده هم فاطمه به ما این سری راه حل داده هم راه حل زهرا خب بچه ها راه حل فاطمه از چه راهیه؟ راه حل فاطمه اومده بچه ها باز اومده چیکار کرده؟ اومده دسته های ستایی ساخته دیده که هر دسته رو میتونه بچه ها هر ستا رو بکنه یه دسته وقتی شکل شماره تا شماره سه رو داده ببینه که بچه ها میتونه به اندازه شماره شکلش یه دسته ستایی بسازه یعنی اینجا مگه شماره شکل ما یک نیست ما میتونه یه دونه دسته ستایی اینجا مگه شماره شکلمون دو نیست میتونه دو تا دسته ستایی بسازه شماره سه سه تا دسته ستایی بسازه یه دونه هم که بچه ها خارج از دسته بندیامون قرار میگیره و دوباره در آخر به علاوه یک کرده پس بچه ها راه حل فاطمه رو اگه بخوایم بنویسیم میتونه این باشه بگیم شماره شکل یعنی به اندازه شماره شکل
تونسته بچه ها دسته های چند تایی بسازه، داخل هر دسته همون چند تا سه تاست ضرب در سه به علاوه یه دونه کنه که داخل دسته بندی قرار نمیگیره. این همون بچه ها موضوعی که گفتم که حتما دسته بندی های ما عدد های ثابتی نیستن، بستگی به تعداد شکل های شما داره. الان اینجا در شکل ما به اندازه هست که ما میتونیم سه تا دسته بندی کنیم، یعنی ما به اندازه شماره شکلی که داریم میتونیم یه دسته ستایی بسازیم. خب الان یک ستا میشه سه تا با یکی چهار تا، درسته بچه ها؟ چهار تا داریم مربع داریم، دو ستا شیش تا با یکی هفت تا مربع، سه ستا نه تا با یکی میشه چی بچه ها؟ میشه ده تا مربع. وقتی شمارش میکنم میبینم بچه ها راه حلیه که رفتم کاملا درسته. خب الان بچه ها گفته که شکل شماره چهار، گفتیم که بچه ها شماره شکلمون چهاره، به اندازه شماره شکلمون میتونیم دسته های ستایی بسازیم، ضرب در سه، یه دونه فقط تو دسته ها قرار نمیگیره، میگیم سه چهار تا دوازده تا با یکی میشود سیزده تا، یعنی تعداد مربع شکل شماره چهار من سیزده تا. بچه ها ولی زهرا خواسته چیکار کنه؟ زهرا بچه ها مثل صفحه قبلی یادتونه اون دوستمون دوستشش که بیاد دسته بندیش طوری باشه که هیچ دسته هیچ مربع هیچ شکلی خارج از دسته بندی قرار نگیره. بچه ها راه حل زهرا هم همینه، میگه من دوست دارم بیام دسته هایی بسازم که داخل هر کدوم سه تا باشه اما هیچ شکلی هم خارج از دسته قرار نگیره. خب ما میگیم تو میتونی یه کاری کنی، میتونی بیای دو تا به هر مرحله اضافه کنی، به هر مرحله دو تا مربع اضافه کنی، تو اون وقت میتونی تعداد دسته هایی که میسازی مساوی باشه، هیچ شکلی دیگه خارج از دسته نمیمونه. خب بچه ها وقتی من میام دسته بندی میکنم میبینم شماره شکل یکم خب تونستم دو تا بسازم، شماره شکل دوم سه تا دسته ساختم، شماره شکل سه چهار تا دسته ساختم. من میگم آها یادم اومد بچه ها من یه روشی داشتم، میگفتم میتونم بیام از شماره شکل بعدیم استفاده کنم و بعد بیام ضرب در تعداد شکلهایی که داخل دستم دارم ضرب کنم، در آخرین مرحله اون دوتایی رو که بهش اضافه کردیم میام ازش کم میکنم. بچه ها همیشه برای این که موضوع جا به جا نشه و به اشتباه گرفته نشه حتما اون دوتا شکلی رو که اضافه میکنیم با رنگهای دیگه باشه که بعد بتونین البته نه پاکش نکنیم، میتونین باشه با همین رنگ دیگه باشه کاملا مشخص میشه شما از کدوم راه حل استفاده کردین. خب شکل شماره بعدی بچه ها شکل شماره یک چنده؟ ما بعد از یک کدوم شکل داریم؟ دو. میگه دو ضرب در سه منهای دوتایی که اضافه کرده، خب دو سه تا میشه شیش تا، شیش منهای دو میشه چهار. بچه یه موضوعی یهو نگه خب من اینجا شیش تا دایره دارم چهار تا مربع ندارم، که بچه ها ما در شمارش آخر فقط اون شکل اصلی رو حساب میکنیم، اون شکلهایی رو که اضافه کردیم و کم میکنیم در شمارش ما به حساب نمیاد. الان اینجا ما برای شکل شماره دو خب بعد دو چه عددی؟ سه. سه رو ضرب در سه کردیم شد نه، نه منهای دو میشه بچه ها چند؟ میشه هفت، درسته. الان بچه ها من بخوام شکل شماره چهار رو پیدا کنم شماره شکل بعدیم چنده؟ پنج. پنج ضرب در سه منهای دو، سه پنجتا میشه پونزه تا، منهای دو میشود سیزده. بچه ها چه من از راه حل زهرا استفاده کنم چه از راه حل فاطمه، من میرسم به عدد 13. بچه ها پس 13 میشه تعداد مربع های شکل شماره 14. خب گفته بچه ها شما میتونین روش دیگه پیدا بکنین، به نظر شما چه روش های دیگه میشه استفاده کرد؟ بچه ها کاملا دل بخواهی هستش. خب میگه حالا بیاین با توجه به شماره شکل، بیاین با توجه به راه حلای بالا بیاین جدول رو کامل کنین. خب شکل شماره چهار بچه ها چند تا مربع شد؟ 13 تا. خب حالا بچه ها میگه شکل شماره 5، بچه ها من از این راه حل فاطمه میخوام استفاده کنم، میگم 5
ضرب در سه، شماره شکل ضرب در سه، یه دونه تو دستبندی قرار نمیگیره. 3 5 تا میشه 15 تا، با 1 میشه 16 تا. خب شکل شماره 6 بچه‌ها، میگم 6 ضرب در 3، شماره شکل ضرب در 3، به علاوه 1 3 6 تا میشه 18 تا، با 1 میشه 19 تا. بچه‌ها علاوه بر این که ما تونستیم این رابطه رو پیدا بکنیم، میبینیم بچه ها الگوش چیه؟ اول 4 تا بوده، بعد شده 7، 7 شده 10، 10 شده 13، 13 شده 16. میتونیم بگیم هر مرحله داره 3 تا به مربع هامون داره اضافه میشه. بچه ها اگر ولی به من بگه خب شکل 20 رو پیدا کن، خب خیلی سخته من هی بخوام شمارش 3 تا 3 تا داشته باشم تا شکل شماره 20 رو پیدا کنم. با این الگوهایی که یاد گرفتم، با روابطی که یاد گرفتم، من به راحتی بچه ها میتونم شکل حتی 100 رو هم پیدا کنم، شکل 500 رو هم پیدا کنم. خب عزیزان از این صفحه سوال ندارم که ما میخوام بریم صفحه بعدی و از حل مسئله برای از الگوها برای حل مسئله استفاده کنیم. سوال عزیزان ندارم. سوال یک، سوال یک بچه ها گفته بیاین الگوی شکل های زیر را پیدا کنید، راه حلتون رو بچه ها بنویسید. خب چیزی که بچه ها اینجا برای من خیلی مشخصه اینه که بچه ها باز من میتونم ببینم دیگه. بچه ها میگم خب شکل شماره یکم، اول از همه بچه ها چی کار میتونیم بکنیم؟ اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اون شماره شکل هایی که تعدادشون رو داریم بیایم حساب کنیم و بنویسیم، و بعد بشینیم تعدادها رو با شماره شکل ها هی با هم دیگه مقایسه کنیم، هی تو فرموله مختلف بزنیم ببینیم از اون راه حله که یاد گرفتیم از کدوم میتونیم استفاده کنیم. من الان میگم شکل 1 1 2 3 4 5 تا داره، میگم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا داره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا داره. خب بچه ها چه اتفاقی افتاده وقتی شکل چهارم رو بخواد؟ خب بچه ها ما میتونیم بچه ها مثل سال سوم استفاده کنیم، بگیم خب هر مرحله که داره میره جلو داره یه ردیف ستایی داره بهش اضافه میشه، این میشه به علاوه 3، این میشه به علاوه 3، این میشه به علاوه 3. خب این میشه مال کلاس سوم. اما بچه ها الان ما تو چند دقیقه گذشته یاد گرفتیم که بیایم بین شماره شکل ها رابطه پیدا کنیم. بچه ها من میگم خب شماره شکل هم یکه. بچه ها من اینجا دارم میبینم دسته های ست های خیلی میتونم بسازم، میگم خب بچه ها من میام از این راه حل استفاده میکنم، میگم این یه دسته ستایی، خب دو تا تو دسته قرار نگرفت. اینجا بچه ها دو تا دسته های ستایی دارم، اینجا سه تا دسته ستایی دارم. خب بچه ها من میبینم به تعداد شماره شکلم من میتونم دسته بسازم، میتونم دسته بسازم. میگم که خب بچه ها ولی دو تا خارج از دسته باقی میمونه، میگم اشکال نداره من میتونم بیام از این راه حل استفاده کنم، بگم شماره شکلم ضرب داره. بچه ها دسته هم داخل چند تا بود؟ ضرب داره 3، اما چند تا داخل دسته قرار نگرفت؟ به علاوه 2. برام بچه ها شکل شماره 2 رو حساب کنیم ببینیم همین میشه
شوکی شکل شمای دومون چنده؟ دو ضرب در سه، دو سه تا میشه شیش تا، به علاوه دو بچه ها میشه هشت تا. کاملا بچه ها پس هم متوجه این فرمولی که نوشتم به من کمک میکنه در الگویابی. حالا شکل شماره چهار بچه ها، شماره شکلم چنده؟ چهار. داخل دسته هم چند تا بود؟ سه. چند تا خارج از دسته میمون؟ دو. حالا حساب میکنیم، سه چهار تا دوازده تا، به علاوه دو میشه چهارده تا. بچه ها من اگه میخواستم به کمک شکل و به کمک شمارش چند تا برم، اگه با یازده سه تا اضافه میکنم بازم میشون چهارده. پس من چه از فرمول استفاده کنم؟ چه بگم که خب من از شکل استفاده کنم؟ اگه هر مرحله داره یه ردیف سه تا به من اضافه میشه، من در دو حالت به جواب چهارده میرسیدم. اما به خب بچه ها میگم دیگه، ممکن بود که مثلا بگی شکل پنجم پیدا کنی، ششم پیدا کنی. بچه ها میتونیم به من بگین دیگه ما چه راه حلی میتونیم استفاده کنیم؟ من این روشو به نظر من راحت ترین و ساده ترین و راهکاری که باعث میشد منو در زمان کم بتونه به جواب برسه، اینی که من بتونم دسته های ستایی بسازم. خب شکل بعدی بچه ها میگه که شکل شیشم با چند چوب کبریت درست میشود. چی کار من بچه ها میام میکنم اینجا؟ کاری که میام انجام میدم، اول از همه بچه ها گفتم چی کار میکنم؟ میام تعداد چوب کبریت هامو میشمارم، میگم یک دو سه. بچه ها تو شمارش ها حتما یادتونه دیگه، ما قوانین شمارش رو میدونیم، روش ها خط میزنیم میشه سه. خب میگم یک دو سه چهار پنج تا. شکل شماره سه یک دو سه چهار پنج شش هفت تا. بچه ها هر مرحله که دارم میرم جلو میبینم که الگوی من دوتا است بچه ها، دوتا. یعنی الان شکل چهارم هم میشه بچه ها چند؟ نه تا. درسته؟ شکل چهارم من میشه نه تا. بچه ها چون شکل از شما خواسته میتونیم بگیم خب من تا شکل ششم دیگه، این میشه شکل شماره چهار نه تا چوب کبریت. شکل شماره پنج بچه ها به علاوه دو بشه میشه یازده تا. شکل شماره ششم هم میشه چند تا بچه ها؟ میشه سیزده تا. پس الگویابی من بچه ها هر مرحله که میرفت جلو دو تا به چوب کبریت هم اضافه میشد. خب بریم سوال بعدی بچه ها که داره از الگویابی ها برای حل مسئله استفاده میکنه. بچه ها از این سوالات شما در حل مسئله بسیار میبینی که ما به کمک مثلا به الان تو سوال 3 میگی در شکل روبرو برای اتصال 3 حلقه در یک ردیف از 2 تا گیره استفاده کردیم. خب بچه ها یه چیزی، ما میگیم 3 تا گیره داریم، 2 تا حلقه داریم، واسه می کنم 2 تا گیره استفاده کردی. یعنی بچه من این چیزی تو ذهنم میگم، یعنی اگه ما هر تعداد حلقه ای که داشته باشیم یه دونه تعداد گیره ها از اون تعداد حلقه هامون کمتره. حتی بچه ما میتونیم اینو با رسم شکلم انجام بدیم، ولی خب من اول با این قسمت سوال یه نکته ایم رو متوجه میشم، میگم برای هر تعداد حلقه تعداد گیره یه دونه کمتره، برابر نیست، یه دونه کمتر. حالا بچه ها وقتی اگر من 12 تا حلقه داشته باشم چند تا گیره استفاده میکنم؟ مگه ما قبل اول سوال بهمون نگو به اندازه تعداد حلقه هامون یه دونه گیره کمتر؟ خب اگر من 12 تا حلقه داشته باشم یه گیره کمتر میشه 11 تا. خب بچه ها من به صورت فرمولی اومدم استفاده کردم. بعضی از دوستاتون ممکنه بگن نه ما میخواییم بیایم چیکار کنیم بچه ها؟ ما میخواییم بیایم شکل بکشیم. میگیم باشه، خب 3 تا کشیده، میگیم 4 5 6 7 8
بچه ها؟ پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده. این هم دوازده تا حلقه که قراره به هم وصلش کنی. خب من به هم وصلشون میکنم. من از اومدم بچه ها، پس راه حل اولم فرمولی بود، راه حل دوم اومدم با کمک شکل. خب من اومدم بچه ها، اینا حلقه های منه، اومدم با گیره های آبی وصلش کردم. بریم تعداد گیره هامون رو بشماریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. پس بچه ها من چه از فرمول استفاده کنم، چه وقتی بیام شکل بکشم به جواب 11 میرسم. پس راه حل اولم این بود که گفتم خب من تو با یه شکل متوجه میشم وقتی 3 تا حلقه داره یه دونه گیره کمتر تعداد حلقه ها، میگم پس اگر من 12 تا حلقه داشته باشم یه گیره کمتر میشه 11 تا، یا اینکه بیام شکل بکشم. خب بچه ها میگه به الگوی زیر توجه کنید، بگید شکل پنجم و هفتم از چند تا دایره تشکیل شده. اول از همه بچه ها فراموش نکنیم بیایم تعداد دایره هامونو در الگوهایی که داریم، در شماره شکل هایی که داریم محاسبه کنیم. خب 1 میشه 1، شماره 2 3 تا دارم، شماره 3 چند تا دارم بچه ها؟ 1, 2, 3, 4, 5 تا. شکل شماره 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا. خب شکل بچه چی کار میتونیم بکنیم؟ به نظرتون باز ما میتونیم چه دسته هایی میتونیم بسازیم بچه ها؟ به نظر شما میتونیم دسته سازی کنیم؟ به نظر شما ها چی کار میتونیم کنیم؟ الان مثلا بچه ها من میگم خب این 1 میشه بچه ها، من اگه بخوام از راه حل قبلی استفاده کنم بگم این میشه 1 ردیف، این میشه 2 ردیف، این میشه 1 ردیف، این میشه 2 ردیف، این میشه 1 ردیف، این میشه 2 ردیف. بچه ها چیزی که من دارم تو دستبندی ها میبینم ردیف اول من تو شکل شماره 2 میشه همون، یعنی به اندازه شماره شکلم من به همون اندازه دایره دارم، اما ردیف بالا بچه ها شماره شکل قبلیمه. پس بچه ها دوباره شکل شماره 3 میبینم ردیف اولم، بچه ها من 3 تا دارم، یعنی شماره شکلم 3، ردیف اولم 3 تا دایره دارم، اما ردیف دومم 2 تا دایره دارم، یعنی شماره شکل قبلیم. میتونم بچه ها بگم خب من میتونم از این فرمول بیام استفاده کنم، بگم شماره شکل قبلیم و شماره شکل قبلی به علاوه همون شماره شکل. یعنی چی بچه ها؟ یعنی من اگه بخوام شکل، من الان مثلا اگر بخوام شماره شکل 3 رو پیدا کنم، شماره شکل قبلی 3 چنده بچه ها؟ میشه 2. خود شماره شکل چنده؟ 3. یعنی 2 به علاوه 3 میشه 5. بریم ببینیم 5 تا دایره داریم، میگیم 1, 2, 3, 4, 5. بله بچه ها شکل شماره 5 رو من اگه بخوام حساب کنم، خب شماره شکل قبلی 5 بچه ها چه عددیه؟ 4. خب گفتیم از خود شماره شکل هم استفاده میکنیم، 5 به علاوه 4 میشه 9. بچه ها شکل شماره 7 چطور؟ خب شکل شماره قبل 7 بچه ها چه عددیه؟ عدد 6 به علاوه 7 بچه ها میشه 13. بچه ها پس من از این روش اومدم با ردیف بندی کردم، همون راه حل اولیه که بچه ها 2 صفحه قبل خوندیم که اومدیم ردیف بندی کردیم، دیدیم ردیف اولمون میشه به اندازه شماره شکل، من به همون اندازه دایره دارم، اما ردیف اولم بچه ها تعداد دایرم به اندازه و مساوی شماره شکل قبلیمه. گفتم اگر بیام این دوتا رو با هم جمع کنم میتونم تعداد دایره هم رو به دست میارم. بچه ها این از موضوع الگوها. خب
بعدی که بچه ها ما بخواییم راجع به صحبت بکنیم، پس بچه ها ما تو الگوها یاد گرفتیم، ما تو الگوها یاد گرفتیم که به کمک بچه ها پیدا کردن روابط و دستبندی کردن میتونیم با کمک دستبندی کردن و شماره شکل ها، حالا شماره شکل قبلی، بعدی، تعداد دسته هایی که ساختیم و تعداد اون دایره ها یا شکل هامون که داخل دسته ها قرار دارن، میتونیم یه رابطه پیدا بکنیم و بعد بتونیم شکل های بعدی رو الگویابی کنیم. دیگه نیاز نیستش که بچه ها ما زمان بذاریم مثلا برای شکل هزارم شکل بکشیم، با کمک اون فرمول ها به راحتی میتونیم الگویابی کنیم و اعدادمون رو به دست بیاریم. خب بچه ها ما رسیدیم به موضوع. عزیزان کسی هم مبحث الگویابی سوال نداره بچه ها؟ اما مبحث الگویابی سوال ندارن قبل از که با ماشین های ورودی و خروجی رو شروع کنیم؟ عزیزان سوال؟ اگر سوالی دارین بچه ها تو قسمت چت میتونین از من بپرسین و من به سوالاتتون پاسخ بدم. سوال عزیزان. خب موضوع بعدی که بچه ها ما میخواییم راجع به صحبت بکنیم راجع به ماشین های ورودی و خروجی هستش که من ابتدا یک مروری از کلاس سوم داشته باشم. خب من اینجا می نویسم ماشین های ورودی و خروجی. ماشین ورودی و خروجی. خب بچه ها شما سال گذشته اومدیم با ماشین های ورودی و خروجی آشنا شدیم. گفتیم بچه ها همونطور که ما زمانی که میتونیم قبل از اینکه از وسایل استفاده کنیم، قبل از اینکه محصولات به دست ما برسه، این مواد خوبی مواد خامی هستن که وارد کارخونه ها میشن. این کارخونه ها بچه دستگاه ها و ماشین های مختلفی داره، اونجا یه سری عملیات میان انجام میدن و در نهایت به ما وسایلی که نیازهای ما رو برطرف میکنه و مورد نیاز ما هستن رو به ما میدن. به طور مثال بچه ها چی؟ مثل شیر. خب بچه ها شیر ما زمانی که میخوایم پنیر داشته باشیم یا بخوایم ازشون ماست داشته باشیم یا بخوایم دوغ داشته باشیم، بچه ها همینطوری محصولات باید مستقیم قابل استفاده نیستن. اگه ما همینطور بچه ها شیر باید وارد کارخونه بشه، اونجا ماشینا روشون فعالیتی انجام بدن، کارهایی رو انجام بدن، دستگاه بچه ها یه دونه هست میاد و خب شیر رو اون حالا موادی که نیاز هستش نباید وارد بدن ما شه جدا سازی میکنه، بعد بچه ها میاد سعی می تبدیلش به ماست میکنه، بعد میاد بچه ها این ماست ها رو در ظرف های قالب بندی میکنه، این قالب بندی ها بچه ها میان شماره گذاری میشن، تاریخ میخورن، بعد میان بسته بندی میشن، بعد دوباره داخل بسته بندی داخل بسته بندی بزرگتر میشه تا در نهایت باید به دست ما میرسه. میبینیم بچه ها وقتی یه شیر بخواد تبدیل به یه ماس بشه چند تا مرحله رو میگذرونه، یعنی چند تا ماشین در حال انجام فعالیته، چند تا فعالیت مختلف انجام میده. ما تو ریاضی هم بچه ها همین ماشین ها رو داریم، همین کارخونه رو داریم. گفتیم یک ماشینی داریم که میتونه بیاد عملیات های اصلی رو روی اعداد انجام بده و عملیات رو انجام بده و برای ما بنویسه که چه عددی رو ما میتونیم با من عدد خروجی داشته باشیم. خب بریم بچه ها با هم دیگه ماشین های ورودی و خروجی که ما میگفتیم این ما از اینجا اعدادمون وارد میشن، میشه ورودیمون، اینجا همون ماشین هامون هستن که حالا یا میشه عملیات ضرب باشه یا عملیات تقسیم یا عملیات به علاوه یا عملیات تفریق، و دوباره اینجا ما روبروش خروجی اعداد رو داریم. ما در روبروش بچه ها خروجی اعداد رو داریم.
بچه ها موضوعی که ما تو کلاس سوم گفتیم خیلی مهمه و باز هم در کلاس چهار رو بهش تاکید داریم، اینی که بچه ها اعدادی که وارد میشه باید مستقیما روبروی خودش خارج بشه. میدونیم مثل چی مونه بچه ها؟ که ما شیر رو وارد میکنیم، خب وارد دستگاه ها میکنیم، میخواییم به همون ماس بده، بعد یا به ما پنیر میده. نه بچه ها، اگر ما وقتی اومدیم مثلا یه به ما یه مثلا کفش به ما تحویل میده، هر عددی رو که بچه ها وارد ماشین میکنی باید روبروش همون عدد خارج بشه. الان بچه ها مثالی که من میخوام بگم که عدد 3, 6 و 4 رو بیاییم بچه ها چیکار کنی؟ وارد ماشینش کنین و ضرب در 3 بشه. خب میگیم 3 3 تا 9 تا، 3 6 تا 18 تا، 3 4 تا 12 تا. پس بچه من 12 رو نیومدم روبروی 6 بنویسم، 12 روبروی 4، 18 روبروی 6، 9 روبروی 3. پس من هر عدد رو داخل، پس من اعدادم رو اومدم داخل ماشین قرار دادم و اومد اعداد رو 3 برابر کرد و خروجیش رو روبروی همون اعداد نوشتیم. اما بچه ها همیشه ماشین های ما فقط یه عملیات انجام نمیدادن. تو کلاس سوم یاد گرفتیم که ماشین های ما این قابلیت دوتا انجام دادن دوتا کار رو هم دارن، دوتا عملیات رو میتونن انجام بدن. اینجا بچه ها من مثال براتون بنویسم. اینجا بچه ها داریم اعداد 5 6، یه دونه عدد 4 داریم. که بچه ها من اینجا میخوام یه موضوعی هم اینجا با هم دیگه مرور داشته باشیم. خب اول بچه ها میگه که هر عددی رو که وارد میکنی ضرب در 2 کن، ببین جوابش چی میشه، بعد دوباره بیه جوابشو به علاوه 3 کن. خب میگیم 2 5 تا میشه 10 تا. بچه ها اینطوری مرحله ای برین، خب یه ها نگیم بعد دوباره 6 رو بنویسیم، چون اونطوری براتون بچه ها ممکنه یه ها به اشتباه بیفتیم. 10 ها اگه به علاوه 3 کنی میشه 13. خب 2 6 تا بچه ها میشه 12 تا. من اگه 12 رو به علاوه 3 کنم میشه 15 تا. بچه ها اینجا ما عدد ورودی رو نداریم، عدد خروجی رو داریم. یادتونه تو کلاس سوم بچه ها به این موضوع اشاره کردیم، گفتیم زمانی که بچه ها ما خروجی داریم ورودی رو نداریم، میایم از چی استفاده میکنیم بچه ها؟ از عملیات برگشتی. گفتیم عملیات برگشتی بچه ها میایم اسمشو میذاریم. من اینجا براتون بنویسم عملیات بچه ها. عملیات برگشتی یعنی چی کار میکردیم؟ یعنی بچه ها ما اگر عددی رو داشتیم که من اینو بچه ها عددشو بکنم، اجازه بدیم من این عددشو برای اینکه راحت تر بشه بکنمش 9 9. خیلی خوب این بهتر شد. خب عددمون 9. خب عملیات برگشتی یعنی چی؟ یعنی اگه من بچه ها عدد ورودی ندارم، خروجی رو دارم، میام عملیاتم رو برعکسش میکنم، عملیاتم برعکسش میکنم. یعنی اگر جمع باشه منها میکنم، اگر ضرب باشه تقسیمش میکنم. الان بچه ها من 9 دارم، برای اینکه مرحله قبلش رو بدونم باید چیکار کنم؟ میام میگم بچه ها عملیاتم به علاوه 3، میام میگم 9 و منهای 3 میکنم میشه 6.
بچه ها درسته، من اگر 6 رو به علاوه 3 کنم میشه 9. خب دوباره اینجا بچه ها میگه چه عددی ضرب در 2 بشه میشه 6. بچه ها خب اینجا یه عملیات یک رقمیه، ما به راحتی میتونیم حدس بزنیم، ولی بچه ها اگر عدد 2 رقمی بود یا 3 رقمی بود میتونیم بگیم خب 6 رو من باید، گفتیم وقتی برعکس برگشته یعنی برعکسش میکنم، اگر 6 ضرب در 2 یعنی باید بشه تقسیم بر 2. خب 3 دو تا بچه ها میشه 6 تا. حالا بریم ببینیم درسته بچه ها 3 آیا عددی بوده که وارد شده. میگم 3 دو تا 6 تا، 6 به علاوه 3 میشه 9. پس بچه ها این عملیات برگشتی خیلی مهمه، حتما وقتی داریم مینویسیم تو دفترتون هم وارد کن و کنارش ستاره بزنیم که ما توی این عملیات برگشتی اگر عدد خروجی رو داریم نمیدونیم چه عددی وارد شده، پس میایم عملیاتامونو برعکسش میکنیم. میایم عملیاتامونو بچه ها چیکارش میکنیم؟ برعکس میکنیم. اگر جمع باشه تفریقش میکنیم، اگر ضرب باشه تقسیم میکنیم، مرحله به مرحله میریم عقب تا بتونیم به عدد ورودیمون برسیم. خب من گفتم یه مروری داشته باشیم و قبل از اینکه دوباره بخوام بریم سراغ بچه ها مبحث کتاب، موضوع بعدی که بچه ها شما ها خوندیم مثلث ها بود. بچه ها ما بچه ها چند نوع مثلث داریم؟ میتونیم به من بگیم بچه ها ما چند نوع مثلث داریم؟ خب بچه ها من اینجا براتون مینویسم انواع مثلث ها که بچه ها این تو فصل های بعدی هم به ما خیلی کمک میکنه. اونجا دیگه ما فقط بهش یه اشاره میکنیم، میگیم انواع مثلثات. خب بچه ها یه مثلث بود که ما یاد گرفتیم، گفتیم تمام ضلعهاش با هم برابره، تمام اندازه ضلعهاش یعنی چی؟ یعنی اگر این 3 باشه اندازه این ضلع هم 3 است، اندازه این ضلع هم 3 هستش. تمام اضلاع، تمام ضلع، بچه ها جمع ضلع میشه اضلاع دیگه، وقتی تمام ضلع ها با هم برابره ما میگیم متساوی الاضلاع. خب این یه نوع مثلث بود. اما بچه ها ما مثلثی داشتیم که فقط 2 ضلعش با هم برابر بود، بهش میگفتیم بچه ها چی؟ 2 ضلع با هم برابر بود، این ضلع روبرو با این ضلع روبرو برابر بود، یعنی اگر این 4 اینم باید 4 باشه، حالا ممکنه اندازه ضلع این 3 باشه، بهش میگفتیم بچه ها متساوی الساقین، متساوی الساقین بچه ها بهش میگفتیم، یعنی فقط اندازه 2 ضلعش با هم برابره. آخری مثلثی که بچه ها یاد گرفته بودیم، آخری مثلث بچه ها که با استفاده از بچه ها زاویه ها بود که شما یاد گرفته بودیم. مگه بچه ها ما با انواع زاویه با آشنا نشدیم؟ مگه ما به این نمیگفتیم زاویه قائم یا 90 درجه؟ مثلثی که بچه ها مثل گونیه های ما، مثلثی که بچه ها یک زاویه قائم یا زاویه 90 درجه داشته باشه ما بهش میگیم بچه ها مثلث قائم الزاویه، قائم الزاویه بچه ها بهش میگیم. من اینو درستش کنم، چسبیده بود به هم. خب قائم الزاویه بهش میگیم. پس بچه ها ما با اینجا با 3 تا مثلث، قبل از اینکه من میخوام به مبحث کتاب برسم چون کتاب یه اشاره از به محیط مثلث کرده، ما میایم اینجا گفتم انواع مثلثات رو با هم دیگه دوره کنیم. پس مثلثی که بچه ها اندازه هر 3 تا ضلعش برابر باشه میگیم متساوی الاضلاع، مثلثی که بچه ها فقط 2 تا ضلع روبروش با هم برابر باشه بهش میگیم متساوی الساقین، و مثلثی که بچه ها از زاویه 90 درجه استفاده کرده باشه بهش میگیم قائم الزاویه. بچه ها گفتم مثل گونیه هایی که ما باهاش استفاده میکنیم و در فصل های بعدی از این گونیه ها برای ما به شدت کاربرد دارم. خب
بریم بچه ها سراغ کتاب. بچه ها اومده ماشین های ورودی و خروجی رو با یک دستگاه محیطیاب مثلث متساوی الاضلاع مرور کرده. بچه ها مثلث متساوی الاضلاع فرمولش چی بود وقتی میخواستیم محیطش رو به دست بیاری؟ بچه ها مگه ما نمیگیم محیط مثلث متساوی الاضلاع سه تا ضلع برابر داره؟ اصلا بچه ها مگه محیط یعنی دور تا دور نی؟ محیط بچه ها کلاس سوم خوندیم یعنی دور تا دور یک وسیله رو ما بهش یه شکل رو بهش میگیم محیط. خب ما میگیم که چند تا ضلع داره بچه ها؟ چند تا ضلع داره؟ سه تا. پس ما میگیم سه ضرب داره اندازه طول ضلع. چرا بچه ها اینو مینویسیم؟ برای اینکه طول ضلع اندازه طول ضلع همه اون مثلث متساوی الاضلاعمون با هم برابره. بچه ها خب ما وقتی از ضرب استفاده کنیم چه کاریه؟ بیاییم بگیم یک به علاوه یک به علاوه یک خب میشه سه. ما میگیم یاد گرفتیم که خب بچه ها سه تا ضلع برابر داره پس ضرب در سه میشه سه. الان بچه ها طول همه ضلع های ما چنده؟ دوه. پس دوه چند تا ضلع داره؟ سه تا. دو سه تا میشه شیش تا. خب شکل سوم بچه ها اندازه همه ضلع هامون سست. چند تا ضلع داره؟ سه تا. سه سه تا میشه نه تا. سوال یک ده از بچه ها یک مروری از محیط ها، انواع مثلث ها و راه حل به دست آوردن محیط بود. خب شکل شماره دو بچه ها میگه من اومدم اندازه ضلع های این سه تا مثلثمو وارد کردم پس اینجا میشه ورودی. خروجیش بچه ها محیط ها بوده پس من اینجا مینویسم خروجی. خروجی همون اندازه محیط ها بوده. خب پس بچه ها ماشین محیطی و مثلثمون از کدوم عملیات استفاده میکنه؟ ضرب در سه. یک سه تا بچه ها؟ سه تا. اگه اندازه ضلع هم دو باشه دو سه تا؟ شیش تا. وقتی اندازه ضلع هم سه 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 تا؟ نه تا. خب بریم قسمت کار در کلاس که به ما ماشین داده با عملیات های مختلف و گفته اعداد رو وارد کنیم به دست بیاریم و جوابش رو بنویسیم. خب پنج دوتا ده تا. شش تقسیم بر سه دوتا. دو نه تا هیجده تا. نه تقسیم بر سه سه. بچه ها سوال دو رو یه ستاره بزنید. اینجا همون نکته‌ای که میگیم هر جواب چی بچه ها روبروی خودش. تو شماره سوال یک بچه ها ما وارد ماشینمون فقط یک عدد یک رقمی شد اما در سوال دو بچه ها ما تو هر ماشین داریم سه تا عدد وارد میکنیم ولی حواسمون باشه که هر عدد روبروی خودش. من این سوال رو ستاره دارش میکنم. خب دو دوتا چهار تا. چهار دوتا هشت تا. شیش دوتا دوازده تا. بچه ها این دیگه برمیگرده به اون عملیات ضرب و تقسیم و حالا جمع و تفریق کلاس دوم و سوم دیگه. ده تقسیم بر پنج دو. پونزده تقسیم بر پنج سه. بیست و پنج تقسیم بر پنج میشود پنج. عزیزای من قسم سوال ندارین که ما تو این زمان باقی مانده صفحه بعد رو هم با هم دیگه حل بکنیم. خب عزیزان سوال ندارن. اگر سوال داری میتونین قسمت چت از من بپرسین.
بچه ها در قسمت سوال یک فعالیت داره محیط های مربع رو بچه ها برای ما مرور میکنه. ما بچه ها گفتیم محیط یعنی دور تا دور، گفتیم که ما اگر یه مربعی داشته باشیم، مربع بچه ها ما تمام ضلع‌هاش با هم برابره، یعنی اگر اینجا 4 سانتی متر، اینجا هم 4 سانتی متر باشه، اینجا هم 4 سانتی متر، اینجا 4 سانتی متر. خب بچه ها به جای اینکه ما بخوایم بنویسیم 4 به علاوه 4 به علاوه 4 به علاوه 4، میتونیم بگیم خب ما اندازه ضلعمون 4ه، اندازه ضلعمون ضرب در تعداد ضلع‌هامون کنیم. الان 4 4 تا میشه 16 تا. خب حالا بچه سوال دو، پس بچه محیط مربع ما میشه اندازه ضلع ضرب در 4. خب من اگه 10 و 3 و 7 نوشته 10 ضرب در 4 کنم میشه 40، 5 4 تا میشه 20 تا. خب بچه اینجا 3 7 10 5، به نظر شما اینجا چه اسم بذارم؟ میگم اینجا طول ضلع مربع که ورودیامونه، بچه اینجا ورودیامونه، اینجا خروجیامون، میشه طول ضلع مربع، خروجیش بچه ها میشه چی؟ میشه محیط مربع که اعداد جدولمونو بچه ها وارد میکنیم، 12 28 40 20. خب زیر ستون چپ اونجایی که اعدادمون وارد شده میسیم طول ضلع مربع، خروجی همون ستون آبی مینویسیم محیط مربع. سوال عزیزان از این قسمت نداریم؟ خب ما کار در کلاس رو با هم دیگه حلش کنیم. میگه بچه ها معلم از دانش آموزان خواسته جدول رو کامل کنین. اینجا بچه ها خب ما دو تا عدد رو داریم، دو اولا که ما گفتیم که وقتی طول ضلع رو داریم باید ضرب در 4 بکنیم، اما بچه ها ما دو جا هستش که خروجی رو داریم اما ورودی رو نداری. اینجا دقیقا همون جایی هستش که باید بیایم از عملیات بچه ها چی استفاده کنیم؟ برگشتی. خب من 4 4 تا میشه 16 تا، 4 6 تا بچه ها میشه 24 تا، 4 9 تا 36 تا. حالا بچه ها من میگم چه عددی وارد شده که ضرب در 4 شده شده 20. من میگم 5 4 تا 20 تا. یه میتونم میگم بچه ها بیام از تقسیم استفاده کنم، یعنی بیام 20 رو تقسیم بر 4 کنم یا 32 رو تقسیم بر 8 بکنم. من میگم 32 تقسیم بر 4 میشه 8. خب بچه ها سوال 2 از شما پرسیده 2 نفر از دانش آموزان جدول های زیر رو پر کردن، جواب کدوم درسته؟ خب امیر گفته که طول ضلع 8 بوده، محیطش شده 32، یعنی اومده ضرب در 4 کرده. جواب مهدی 32 طول ضلع بوده، محیطش شده 8، یعنی بچه ها تقسیم بر 4 بوده. بچه ها چه اتفاقی افتاده؟ جای ماشین ورودی و خروجی عوض شده. پس جواب کدوم درسته بچه ها؟ جواب امیر درسته، یعنی اصلا جواب امیر درسته. چرا بچه ها؟ ما گفتیم که ماشین محیطیابمون چیه؟ ضرب در 4ه، یعنی عددی که داره وارد میشه باید 4 برابر کنه طبق فرمولی که واسه محیط مربع داشتیم. پس 8 ضرب در 4 بوده. بریم بچه ها صفحه بعدی. خب بچه ها یه 2 دقیقه زمان داشته باشیم که سوال 1 و 2 رو شما انجامش بدین، سوال 1 و 2 رو حلش کنین. من منتظرم سوال 1 و 2 رو حل کنین.
سوال یک بچه ها گفته ما هر عددی که وارد ماشین بشه ضرب در دو میشه. خب من اگر بیام میگم یک دوتا دوتا دو دوتا چهارتا چهار دوتا هشتا، پس ماشین اول عددمونو ضرب در دو میکرد. حالا میگه بچه ها عددی که به دست آوردی رو بیا به علاوه سه کن. دو به علاوه سه میشه پنج، چهار به علاوه سه هفت، هشت به علاوه سه میشه یازده. بچه ها توی کلاس چهار سوم همونطور هم که داشتیم توی قسمت مرورها داشتیم با هم دیگه مرور میکردیم، من صفحهشو بیارم. خب تو قسمت مرورها بچه ها چی کار ما میکردیم؟ گفتیم کلاس سوم ما یاد گرفتیم که ماشین ها میتونن چند تا کار رو انجام بدن. اون ماشین ورود و خروج ما گاهی وقتا میتونه دو تا عملیات داشته باشه، گاهی وقتا سه تا عملیات. تو کلاس بچه ها سوم ما میومدیم عملیات اول انجام میدیم، جواباشو مینوشیم، میرفتیم سراغ عملیات بعدی. اما بچه ها تو کلاس چهارم، توی کلاس چهارم بچه ها ما میایم به صورت ذهنی انجام میدیم. یعنی چی بچه ها؟ من یه مثال بزنم. یعنی میگیم ما تو کلاس سوم بچه ها می اومدیم بین دوتا ماشین ها یه خونه رو می زاشیم که شما بتونی اون عملیات رو به دست بری، حاصلش رو بنویسی. اما کلاس چهار رو میگیم بچه ها این دیگه کاملا این ستونه رو باید تو ذهنمون حل کنیم. حالا بچه ها ابتدای یادگیری، ابتدای درس ها میتونیم به صورت ذهنی، به صورت تو دفتر خودتون یا تو چک نویس اون ردیف دوم رو بنویسیم. اما دیگه از کلاس چهار رو میگیم این دستگاه سوم رو، این ستون دوم رو دیگه کاملا تو ذهنتون. خب عدد ما هست چهار، شیش، دو. خب من میگم چهار رو اگه به علاوه سه کنم میشه هفت، هفت رو منهای دو بکنم میشه پنج، من اگه شیش رو به علاوه سه کنم میشه نه، نه رو منهای دو کنم میشه هفت، دو رو به علاوه سه کنم میشه پنج، پنج رو منهای دو کنم میشه سه. ببینیم بچه ها من تمام عملیات ها، یعنی اول جواب ماشین اول رو به دست آوردم، تو ذهن خودم ماشین دوم عملیات رو انجام دادم و توی جدول خروجیم نوشتم. پس بچه ها این میشه مربوط به کلاس چهار رو که شما، یعنی ماشین ما میتونه دو سه تا عملیات رو با هم انجام بده. بریم سراغ کتاب بچه ها. خب دقیقا گفته بچه ها اگر این دو ماشین رو پشت سر هم ببندیم عددهای دو و چهار رو وارد کنیم. یعنی دو و چهار رو وارد کنیم، اول ضرب در دو کنیم بعد به علاوه سه کنیم. خب دو دوتا میشه چهار تا، پس بچه ها من دیگه این وسط نمی نویسم، به علاوه سه میشه هفت تا، دو چهار تا هشت تا، به علاوه سه میشه بچه ها چند؟ میشه یازده تا. خب پس بچه ها توضیحش چی میشه؟ هر عددی که ضرب در دو میشه وارد ماشین میشه، ابتدا ضرب در دو میشه، بعد به دست میری و به سه تا بهش اضافه میکنیم. سوال دو بچه ها، سوال دو خب میگه اول بیا دو چهارتا میشه هشتا، هشتا یعنی اول چهار ضرب در چهار میکنم بعد دو تا ازش کم میکنم میشه شیشتا، پنج تا وارد دستگاه میکنم، پنج چهار تا بیست تا، دو تا ازش کم میکنم میشه هیجده تا. قسمت کار در کلاس بچه ها، خب دقیقا همین بچه ها این هستش که ماشین های ما میتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن. خب اول بچه ها میگه بیا یک دوتا دوتا منهای یک میشه یکی، دو دوتا چهار تا منهای یک میشه ستا، چهار دوتا هشتا، هشتا منهای یک بچه ها میشه چند؟ میشه هفتا. خب اینجا تقسیم داریم و به علاوه میگه هشت تقسیم برای چهار ذهنی بچه ها میگم دو،
دو به علاوه دو میشه چهار. 12 تقسیم بر 4 بچه‌ها میشه 3. 3 به علاوه 2 میشه 5. بچه‌ها اینجا من مجبورم از عملیات برگشتی استفاده کنم. چرا؟ چون ورودی ندارم. بچه‌ها 6 من الان اینجا به علاوه 2، یعنی بعد بگم 6 منهای 2 بچه‌ها میشه چند؟ بعد بگم 6 منهای 2 بچه‌ها میشه چند؟ میشه 4. اگر تقسیم بر 4 بچه ها بعد از چی صفر کنم؟ ضرب کنم، یعنی ضرب در 4، 4 4 تا بچه ها میشه 16 تا. حالا ببینیم درسته؟ من میگم اگر 16 رو تقسیم بر 4 کنم میشه 4، اگر به علاوه 2ش کنم میشه 6. پس درسته. خب بچه ماشین سوم میگه 2 5 تا 10 تا 10 تقسیم بر 5 میشه 2، 3 5 تا 15 تقسیم بر 5 3، 7 5 تا 35 تا تقسیم بر 5 بچه ها میشه چند؟ 7 5 تا 35 تا چند تا ضرب در 5 بچه ها میشه؟ 7. خب میگه بچه ها اول بهش 4 تا اضافه کن، بعد بیا 4 تا ازش کم کن. خب 9 به علاوه 14 بچه ها 13، 4 تا ازش کم کنی میشه چند بچه ها؟ 9. 15 به علاوه 4 میشه 19، 4 تا کم کنم میشه 15. 24 به علاوه 24 میشه 28، 4 تا ازش کم کنم میشه 24. بچه ها میبینین چه جالب شد؟ هر عدد که وارد شد همون عدد همون مقدار خارج شد. عزیزای دل من، مبحث ماشین های ورودی و خروجی ما به اتمام رسید. تا جلسه آینده با هم سوالات بیشتری رو حل کنیم. کاری که امروز ما خب با هم دیگه انجام دادیم این بود که اومدیم ابتدا الگویابی به کمک عملیات، 4 عملیات اصلی رو با هم دیگه مرور کردیم و بعد اومدیم گفتیم که در الگویابی ها در کلاس 4 ما میایم به دنبال کشف یه رابطه هستیم که بتونیم در شماره شکل های بالاتر بتونیم تعداد دایره هامونو پیدا کنیم، که گفتیم از ردیف بندی کردن، دسته بندی کردن و شماره شکل استفاده میکنیم به ما خیلی کمک میکنه. و بعد اومدیم راجع به ماشین های ورودی و خروجی صحبت کردیم و محیط ها و مثلثات رو با هم دیگه مرور کردیم و راجع به عملیات برگشتی با هم دیگه صحبت کردیم. بچه ها شما میتونین سوالای خودتون رو از این مباحثی که امروز با هم دیگه کار کردیم رو توی دفترتون یادداشت بکنین و جلسه آینده از من بپرسین. خیلی خوشحالم که امروز در کنارتون بودم. به امید دیدار تا پنجشنبه دیگه بچه‌ها. خدا نگهدار، خدا حافظ. نهضت آشنای سنه است.